پس دسته دوم از لیپیدهای ساده که باز گفتیم کربن دارن، هیدروژن اکسیژن دارن، یه ترکیبی از به اسم کلسترول. باز گفتم چندین بار تکرار میکنم، ما این فرمول ها رو برای اینکه بتونیم خودمون رو بهتر بیان کنیم برای شما ازام میکشیم، در صورتی که اصلا ضرورت نداره شما این فرمول ها رو یاد بگیرید، فقط کاربرد هاش بسیار بسیار پر اهمیته و دوست دارم که اینو بیشتر یاد بگیرید. این ترکیب 4 تا حلقه داره، 3 تا حلقه 6 تایی و 1 تا حلقه 5 ضلعی. این کل این حلقه ها 17 تا کربن داره، این کربن شماره 18 است، این کربن شماره 19 است، این 20 21 22 23 24 25 26 27 اتم کربن داره، کلسترول آزاد. برعکس همه که شما عزیزان میبینید، کاملا یه ترکیبه، یه دونه اکسیژن داره، CH2 هیچ چیزی به غیر از کربن توش نیست. این در اصطلاح جلسه قبلا خدمت شما گفتم بهش میگن فتی الکل. یه این زنجیره الکیل، زنجیره چربه، یه دونه عامل اوهاش داره، بخاطر میشکن فری کلسترول، یه اوهاش آزاد داره. این مولکول برعکس تریگلیسیرید محل سنتز اصلیش توی بدن هست. همه بافتای بدن کلسترول سنتز میکنن، ولی مهمترین محل سنتز کلسترول در کبد هست. بسیار بسیار ترکیب پر اهمیت. این مولکول به صورت فری کلسترول گفتم یک فتی الکل هست، در از اینه آر اوهاش، که الان این اصطلاحاً باید تبدیل بشه به یک لیپید حقیقی. لیپید حقیقی چیه؟ اینه که اینجا یه دونه پس این الان میتونم بنویسم به این صورت آر اوهاش، اینم 27 اتم کربن داره، پس این فری کلسترول هست، کلسترول هست. حالا اگر به وسیله یه فرایندی که زیاد الان روش بحث نمی کنیم، با یک اسید چرب، باز یک دونه هاش از این، یک اوهاش از این، مولکول، یه مولکول آب دست میده و یک پیوندی وجود نیاد بهش میگم پیوند استر. استر باند. این رو بهش میگن استریفای کلسترول یا ای سی یا کلسترول استر هم بهش میگن. استر یا سی. پس لیپید حقیقی که ساده است، باز همچنین شما بینید این باز ممکن ساچوریتد فتی اسید باشه یا آن ساچوریتد فتی اسید باشه، فرق نمی‌کنه، 18 تا 20 تا 22 تا یه پیوند دو پیوند بدون. پس الان این ترکیب فری کلسترول در اثر این شد استریفای کلسترول یا کلسترول استر. همچنین خدمتتون گفتم این در داخل سلول‌های بدن سنتز میشه، ولی محل اصلی و اساسیش در داخل سلول‌های کبد هست. مجموعه فری کلسترول به علاوه استریفای کلسترول رو استراش بهش میگن تی سی یا توتال کلسترول. توتال کلسترول بیش از 70-80% کلسترول بدن رو بدن سنتز می‌کنه. مقدار بسیار کمیش با مواد غذایی تأمین میشه. مقدار این ترکیب در حالت سلامت مقدارش در جریان خون توتال کلسترول مساوی است با 150 تا 200 میلی گرم در دسیلیتر خون.
پس توتال کلسترول مقدارش در جن خون. روشی که اندازه‌گیری می‌کنه نمی‌تونه خیلی تشخیص بده استریفای کلسترول رو، فقط اون زنجیره کره که خدمت شما گفتم این اندازه‌گیری می‌کنه، دیگه به اینجاش زیاد کار نداره. پس بهش میگن اصطلاحا توتال کلسترول که بسیار بسیار پراهمیت، ولی از لحاظ بالینی این بسیار بسیار پراهمیت که نکاتی رو خدمت شما خواهم گفت. پس در فصل مختلف سنتز میشه، در کبد سنتز میشه، به جریان خون ریخته میشه، در حالت ناشتا در شخص سالم و بالغ بعد از 12 ساعت ناشتایی 150 تا 200 میلی گرم در دسیلیتر غلظت خونی این ترکیب است. کلسترول آزاد چند مسیر رو طی میکنه، پس این شکل رو داشته باشید تو ذهنتون، این حلقه هم تو ذهنتون داشته باشید، فروش نقاط ببینید که یه نکاتی رو میخوام بگم اهمیت زیاد داره که بهش توجه بکنید. کلسترول آزاد یا فری کلسترول، من اینجا می‌نویسم، بستگی به بافت‌های مختلف داره، چند ترکیب ازش حاصل میشه، باید حتما اینا رو یاد بگیرید. کلسترول آزاد از جای بسیار بسیار پر اهمیت از ترکیبات بسیار پر اهمیت غشای سلول هستم که شما دیدید یک سر قطبی داشت، تن غیر قطبی، ترکیب آنفاتی است. پس کلسترول آزاد از ترکیبات بسیار بسیار و جلسه قبل هم گفتیم سیالیت یا فلویدیتی غشا رابطه خطی با غلظت کلسترول داره، کلسترول آزاد. دومینش پیشساز ویتامین دی هست در بدن، ویتامین دی پیشسازش کلسترول آزاد هست. پیشساز ساتبیل ها یا نمک های صفراوی بسیار بسیار نقش پر اهمیتی. نکته دیگه در هورمون ها بازی میکنه، مثل گلوکورتیکوئید ها، مثل کورتیزول، مینرالکورتیکوئید مثل آلدوسترون و سکس هورمون مثل استروژن، مثل تستوسترون، مثل پروژسترون. پس بسیار بسیار این ترکیب از اهمیت زیادی برخوردار هست در پیشساز بودن این ترکیبات در سلاح‌های مختلف در جاهای مختلف. پس کلسترول آزاد بسیار بسیار پر اهمیت است در این نقشه. و اما کلسترول آزاد بنویسید، یه ترکیب آمفیپاتیک هستی که شما دیدید یه حلقه، چند حلقه داشت، یه اوهاش داشت، این نمیش کن هید پولار سر قطبی، این قسمت شد تیل نام پولار. تیل جلسه قبل در این موضوع مطالب خدمت، این ترکیب میشه آمفیپاتیک. پس کلسترول آزاد یک ترکیب دوگانه دوست است، یه سر قطبی داره، یه تنه غیر قطبی، مثلا ترکیب دوگانه دوست، و خاطر نفس که از ترکیبات مهم غشاهای سلولیه. و اما کلسترول استر، کلسترول استر این تریگلیسرید که الان باز فرمولش هم باز می‌نویسیم، این حلقه ها رو که خدمتتون که من کشیدم بود، حلقه آ ب س و د، یه دونه او اینجا داشت، یه سه اومد و یک آر اومد اینجا، اینوش گفتیم استریفای کلسترول. کلسترول استر کاملا ترکیب ایدروفوب یا لیپوفیل است. پس آب گریزه.
کلسترول استر به علت اینکه خاصیت آبگوارزی داره در جریان خون به صورت آزاد وجود نداره و لذا به وسیله لیپوپروتئین ها که بعدا خدمت شما خواهم گفت در جریان خون انتقال پیدا میکنه. از محلی که سنتز میشه به صورت لیپوپروتئین به جریان خون ریخته میشه، به بافت های مختلف میره که بعدا در وسیله لیپوپروتئین ها خدمت شما از آن مطرح خواهم کرد. پس این ترکیب عین تریگلیسید یک ترکیب استوریج هست، یک ترکیب ذخیره، میره در قسمت‌های مختلف بدن شروع میکنه به ذخیره شدن چون کاملا ایدروفوبه. اهمیت این ترکیب به علت این است که امروز خیلی از افراد بهشون میگن گرفتگی عروق دارن یا میگن روشن کاردیوواسکولار دیزیز، کاردیو واسکولار دیزیز CVD، بیماری های قلبی عروقی که یکی از شایع‌ترینشون آتروسکلروز یا تصلب شرائین هست به علت رسوب این کلسترول استر در زیر دیواره عروق هست. پس اهمیت بسیار بسیار زیاد اینه، این اگر ما یک جریان اینو بگیم بلاد سیرکولیشن، اینجا یه اندوتلیوم عروق، به علت های متعدد این کلسترول استر یا استریفای کلسترول میره این قسمت زیر رگ. به علت این شکل بزرگی که داری همین از آن نگاه کنید شروع میکنه اینجا رسوب کردن و فشار میاره به این مثلا لومن، فضای رگ خونی، یا لومن آرتری هم میتونیم بنویسیم، لومن یک فضای یک شریان رو شروع میکنه به این طرف فشار آوردن، یواش یواش شروع میکنه رسوب زیاد که میشه رگ تنگ میشه، بشکن گرفتگی عروق داره یک کمینه. پس کلسترول استر عامل اصلی گرفتگی عروق هست و لذا گفت جلسه قبل یک اشاره کردم 50% از رگ بسته بشه افراد دچار یک چست پین یا درد قفسه سینه میشن، یه ذره فعالیت میکنه یه چیز عصبی بهش میاد سینهش درد میگیره، دست راستش دست چپش گردنش درد میگیره، شروع میکنه برای این فرد تا استراحت نکنه این اتفاق نمیفته. چرا؟ چون جریان خون اینجا رد نمیشه، بافت هایی که اینجا هستن با کمبود اکسیژن مواجه میشن، با کمبود اکسیژن مواجه میشن برای ازا اگر یک ضربه بسیار مهم اعصاب پیدا کنه شخص میگن ام آ کرده، داش حرف میزد نشسته بود فلان کرد یه دفعه قلبش وایساد بشه مایکل اینفکشن یا سکته قلبی. پس عامل اصلی در ایجاد بیماری تصلب شرائین آتروسکلروز یا ام آی عبارت است از کلسترول استر، برای ازا بهش میگن بد لیپید، بد لیپید عبارت است از استریفای کلسترول اور کلسترول استر. متاسفانه برعکس تریگلیسیرید که میشه با رژیم غذایی یه ذره کنترلش کرد، متاسفانه وقتی کلسترول افزایش پیدا میکنه خیلی خیلی رژیم غذایی اثر نداره، بیشتر با داروهای استاتین های مختلف که فرایند سنتز کلسترول مهار میکنن این ترکیب رو میشه کنترلش کرد. پس کلسترول استر از اهمیت بسیار بسیار زیادی در داخل بدن برخوردار هست و نقش بسیار مهمی رو در سلامتی و بیماری بازی میکنه. پس همین که شما عزیزان دیدید این دوتا ترکیب عبارت بودن از لیپیدهای ساده، پس تریگلیسیرید شد و کلسترول از لیپیدهای ساده هستن. و اما بریم سراغ لیپیدهای مرکب سوم یا میتونیم بسیم دست دوم. پس یک
خب این دوتا رو خدمتتون گفتم. گفتم این باعث بیماری چاقی میشه، این باعث ام آی میشه. اینا رو باید به عنوان پزشک بدونید، فرمولا رو ضرورت نداره بدونید، فقط بدونید که اینها به این صورت. غلظتاشون رو باید بدونید، این حروف اختصاری رو خوب باید بدونید چون کاربرد داره برای آزمایش، برای شما میارن یه بیمار این نشانه ها رو باید یاد بگیرید. اما بریم سراغ دسته اول از لیپید های مرکب که می نویسم 2-1 فسفولیپید ها هستند. خب این هم مثل همون تریگلیسیرید، مثل کلسترول، فرمول اصلیش رو خدمتون باز میکنم. قبل از اینکه اونو بکنم اینجا دومشم بنویسم بعد برم باز کنم. دسته دوم پس دو دسته لیپید مرکب داریم، اسفنگ فسفولیپید ها یا PLS، پی بزرگ، ال بزرگ، اس کوچیک، و اسفنگولیپید ها اس بزرگ، ال بزرگ و ال کوچیک. حالا میرم سراغ اسفنگولیپید ها و شروع میکنم این لیپید مرکب رو خدمت شما گفتن و اهمیتش رو با هم دیگه. پس ما توی طبقه بندی لیپید ها هستیم و میخوایم فسفولیپید ها رو خدمتتون بگیم. فسفولیپید ها باز میگم لیپید تعریفی بود از یک اسید چرب به علاوه یک الکل که میشد R CO O R، این شد یک لیپید. حالا میخوام تو اینجا فسفولیپید ها رو بگیم. ببینید الکلش چی؟ اسید چربش. الکل فسفولیپید ها CH2OH او او منفی او منفی، این بهش میگن سه فسفو گلیسرات یا گلیسرات سه فسفات، گلیسرات سه فسفات. پس سه فسفو گلیسرات، اولش هم خدمت بودم مثل قرار یک دو سه، بر روی کربن شماره 3 شده فسفات قرار گرفته. باز این هم از متابولیسم قند حاصل میشه. پس به خاطر همین است که افراد که مشکلات لیپیدی دارن عمدتاً میگن نون زیاد نخورید، برنج زیاد نخورید، قند زیاد نخورید، مواد قندی زیاد نخورید، به خاطر این است که این الکل ها رو قند ها حاصل. اگه قند ها کم استفاده بشن این الکل ها کمتر مورد استفاده این مولکول قرار میکنه. خب پس این الکلش هست به عنوان فسفوگلیسرات. خب یه دونه عامل الکلی داریم، عامل الکلی اینجا داریم، نگاه کنید. اگر طی دو مرحله کنارتون مبحث متابولیسم آنزیم هاش رو برای شما خواهم گفت، دو تا اسید چرب بیان اینجا قرار بگیره COR، این هم یک پیوند استر هست، استر باند. باز اینجا هم یه دونه CO R1 و این هم یه پیوند استر هست. پس دو تا اسید چرب، باز میخواد شماتیک تو ذهنتون هی رو یادآوری میکنم که بدونید اینا اینجوری هست، 16 تا 18 تا به این صورت هست. اگر شما مولکول به این شکل دیدین این قسمت، خوب توجه کنید، این قسمت هد پولار هست، سر قطبیشه، این قسمتش تیل نام پولار. پس اینجا
هد پولار هست، این قسمت تیل نان پولار. خب این تاکید چیه؟ آمفیپاتیک هست. پس مولکول با این مشخصه یک ساختار اولیه فسفولیپیدی هست با این مشخصه که میخوام خدمت شما مطرح کنیم. مولکول اصلی و اساسی و اولیه فسفولیپیدها این مولکولی است که اینجا خدمت شما نوشتیم. اینا رو من پاک کنم، این چیزای اضافی رو. این ترکیب رو با این مشخصه بهش میگن فسفاتیدیک اسید. فسفاتیدیک اسید یا فسفاتیدیل. فسفاتیدیل. فسفاتیدیل یا اسید فسفاتیدیک. خوب توجه کنید، چون اینجا مهمه باش کار داریم. در اصل این OH بوده که صورت یونیزه قرار داره تو بدن، ما به صورت یونیزه نشونش میدیم و دو تا بار منفی داره. خوب توجه کنید، این اسید فسفاتیدیک هست یا اولین مولکول. از این 7 تا مولکول، در بعضی از جا میگن 8 تا مولکول از این ترکیب مشتر میشه. پس ما این ساختار اصلی فسفولیپید هست، ترکیباتی که از این مشتر میشن به عنوان انواع طبقه بندی فسفولیپیدها نامگذاریش بود. قبل از که من وارد اون انواعش بشم، فسفولیپیدها که ترکیبات آمفیپاتیک هستن، از مهمترین ترکیبات major component of cell membrane. پس فسفولیپیدها به علت ماهیت آمفیپاتیک یا دوگانه دوستی که دارن، ترکیباتی هستند از بر همه غشاها، همه غشاها بدون استثناء، غشای سلول، غشای میتوکندری، غشای هسته، غشای میکروزوم، غشای لیزوزوم، هر کجا دو تا محیط توی بدن انسان، محیط ایکس با محیط وای از هم جدا بشن، این ترکیب یقینا فسفولیپید در ساختارش وجود داره. پس فسفولیپیدها اهمیت بسیار بسیار اصلی و حیاتی دارن. اندازه‌گیری فسفولیپید تو آزمایشگاه یه روش بسیار بسیار سختیه، ولی اگه فسفولیپیدها به صورت معمول توی روتین، توی پروفایل لیپیدی یا لیپیدهای خون اندازه‌گیری نمیشن. ولی برای اینکه بدونید مقدارشون، من خدمت شما فسفولیپیدها در جریان خون در حالت ناشتا یک چیز حدود 150 تا 250 میلی گرم در دسیلیت خون وجود دارن و از اهمیت بالا، ولی به عنوان یک عامل لیپیدی در جریان خون خیلی خیلی دارای اندازه‌گیری روش ساده نیست، خیلی اختصاصی در موارد خیلی ضروری، چون فسفات داره، اندازه‌گیری فسفات خیلی راحت نیست، زیاد روش روتینی برای اندازه‌گیری فسفولیپیدهای خون وجود نداره. و اما بریم سراغ انواع فسفولیپیدها، شروع بکنیم خدمت شما مطرح کردن. پس فسفاتیدیک اسید، پس اینجا می‌نویسم types of phospholipids. خب
بریم یک. پس من اینجا نیستم فوس فا تی دیل کولین که ساعت پی سی نمایشش میدن اور اینا که الان می نیستم باید حتما و حتما یاد بگیرید، بسیار پرهمیت. فسفات دیل کولین که فسفاتیدیک اسیده، یک کولین بهش اضافه شد میگن پی سی یا لسیتین. لسیتین در لغت لاتن یا لغت یونانی یعنی قشا. پس از مهمترین ترکیبات قشای سلولیه و عمدتا اگر ما قشا سلول اینجور در نظر بگیریم هم یه خدمت شما دارن فوسفولیپیدا هستن، اینجا آوت یا آدر ممبرن بهش میگن، اینجا هست این یا اینر ممبرن، پس این داخل سلوله این خارج سلوله. فوسفاتیدیلکولین عمدتا در لایه خارجی قشای سلول قرار گرفته. اغلب قشای سلولی مقدار زیادی فوسفاتیدیلکولین در لایه خارجیشون دارا هستن و لذا یک نقش بسیار بسیار پراهمیت در ساختمان و متابولیزم سلول بازی میکنه. یک بیماری هست به اسم اسمین RDS respiratory distress syndrome یا سندروم زجر تنفسی. اگر متابولیزم لسیتین یا فسفاتیدیلکولین دچار اختلال بشه در قشای آلولاهای های ریه دچار ایجاد بیماری میکنه، احتیاج میکنه و بچه که به دنیا میاد مشکل تنفس داره و اینا معمولا میرن توی انکوباتور. این بچه ها رو که بعضی ها رو توی بخش زایمان توی دستگاه میذارن یا دستگاه است که اکسیژن به فشار زیاد بهشون میدن تا این مشکل این زجر تنفسی درشون جبران میشه. بچه که ناقص به دنیا غالبا RDS دارن و لذا فسفاتیدیلکولین بسیار نقش پراهمیتی در این اختلالات ریوی برای نوزادها به وجود میاره. دومین دسته از فسفولیپیدها تی دی فسفاتیدیل اتانول آمین هست. منو فرماش نمی‌سم این ذراتم نداره ولی اگه خاصی تو کتاب هست بر همون فرمی که نوشته از فسفاتی اگه اتانول آمین اضافه کنیم کجا اضافه کنیم به این همشه. فسفاتیدیل اتانول آمین اسم دیگرش هست اور سفالین. سفالین یعنی مغز. این رو از سیستم عصبی اولین بار جدا کردن ولی در قشاهای مختلف وجود داره و از اهمیت بالای برخوردار است. برعکس فسفاتیدیلکولین در قسمت خارجی هست، فسفاتیدیلاتانامیل در لایه داخلی یا اینر ممبرین در اونجا بیشتر قرار میگیره و ساختار قشایی رو برای ما به وجود میاره. دسته سوم فسفاتیدیل سرین هست. اسمین سرین که بشکن پی اس. هر کجا فسفاتیدیل اتانول آمین هست سرکله فسفات سرین وجود داره. اینا غالبا در کنار هم در لایه داخلی قشای سلولی قرار گرفتن و به علت خاص آنفاتی که دارن نقش بسیار بسیار پراهمیتی بازی میکنن. چهارم فسفاتیدیل اینوزیتول هست بهش میگن پی آی.